زیبایی تو رومین جان عزیز و همینطور با سلام و درود فراوان به همراهان همیشگی کلیسای آلفا اومگا. آمین که امروز هم خداوند آنچه که منظور نظرشه از طریق کلامش به عمل بیاره، تا اینکه عیسی مسیح خداوند جلال بیابه در بین قوم خودش. آمین. وقتی که سال نو رو شروع کردیم، پاستور اینطور اعلام کردن که خداوند اراده کرده، یعنی هر دومون دریافت کردیم که خداوند اینو اراده کرده که امسال، سالی که پیش رو داریم، تمامی تمرکز ما، توجه ما به عیسی مسیح خداوند از طریق ستایش و پرستش او باشه. آمین. ولی واقعیت موجود برای تک تک ما، به خصوص ما ایرانی ها و افغان زبان ها، انگار یه چیز دیگه است، درست برعکس این چیزیه که اعلام کردیم. انگار با این اعلان پرستش، ستایش، داریم کلیسا رو وارد یک صحرای سوزان، یعنی اینطور این حس و بارها هم من دریافت کردم، واقعا جرأت میخواست که یه همچی چیز رو اعلام کنیم که وارد یک صحرای سوزان بدون آب، دنبال یه آب تازه و گوارا و خنک بگردیم. چون حال و روز ما یه جور دیگه است، نیست؟ وقتی که کسی دردمنده، وقتی که کسی متمرکز مسائل دیگه است که داره او رو پایین میکشه، وقتی امثال باب 25 آیه 20 میگه وقتی راجع به شادی سرود خوندن، نمیدونم ستایش با او صحبت کنی، انگار وسط سرما داری لباس اونو در میاری. یعنی اینقدر سخته، نیست عزیزان؟ قبول دارین؟ و همگی ما به عنوان قوم خدا، به عنوان یک ایرانی، داریم از لحظات خیلی ملتهبی عبور میکنیم که بیشتر بیتاب هستیم، بیشتر متمرکز این هستیم که آزادی و رهایی سرزمینمون رو بشنویم، نیست؟ تا اینکه بیایم سرود بخوانیم، پرستش کنیم و شادی کنیم. همه ما بی‌صبرانه منتظر هستیم که صورت بشریت در ایران، در افغانستان، از این زخم زشت جزام، یعنی اعدام، رهایی پیدا کنه، نیست؟ همه ما در حال درد زه کشیدنیم از این قانون ددمنشانه، از این حکمای دیو صفتانه‌ای که داره بر ایران و ایرانی اعمال میشه. این حکمی که، این قانون ضد بشری که ایران و ایرانی رو و همچنین قوم افغانستان رو داره در ناله و درد و کدورت و فرو ریختن جلو میبره. و همه ما منتظریم کی خداوند رستگاری قوم خودمون رو میشنویم. در این زمانها که به خصوص خبر پرپر شدن جوانان خودمونو به وسیله این قانون ننگین اعدام داریم میشنویم، چقدر جان ما در حال فرو ریختنه، نیست؟ چقدر مستعد این هستیم که بیشتر نوحه‌گری کنیم، بیشتر مرثیه بخوانیم، مخصوصاً کسایی که تاریخ ایران رو خوندن، عزیزان، درد خیلی عمیق‌تری رو تجربه می‌کنن که این وقایع داره در سرزمینی اتفاق می‌افته که کوروش شاهنشاه افتخار آمیز او بود و تمامی شیوه حکومتداری او در عدل و انصاف و خداترسی و بشردوستی اعمال می شد. حتی دعای او، آرزوی او این بود که ایرانش، سرزمین ایران از جهالت، نادونی، کینه، خونریزی حفظ بشه. و درست برعکس
داریم میبینیم که برعکس تمام این آرزوها و دعاها داره تو ایران شاهد چه وقایعی هستیم که واقعا میتونم بگم جان ما رو فرو میریزه. و چقدر بیشتر این روزها حال و هوای ما هماهنگتره که مزمور 137 رو بخونیم، آیه 1. کسانی که در تبعید به سر میبردن، کسانی که در دوران سخت پایان ناپذیری به فکر اونا داشت سپری میشد، زمانهایی که دیگه انتظار و دعاشون دیگه انگار هیچ جوابی نداشت. در مزمور 137 هزیزان با قومی روبرو میشیم که در مقام برگزیدگی قوم خدا باید دائما در خانه خدا بودن، باید دائما در معبد خداوند خدای نجاتشونو که اونا را از سرزمین بردگی با اعمال و عجایب بسیار نجات داده بود باید پرستش میکردن. ولی تلخی اسارت تمامی اون هویت ملی اونا رو، تمامی اون چالاکی روحانی اونا رو از اونا گرفته بود و به جای این، به جای پرستش، به جای ستایش، به جای اینکه هویت ملی خودشون رو تقویت کنن، با حمد و پرستش خداوندشون در یأس و ناامیدی به سر می بردن. در مزمور 137 آیه 1 میگه نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم چون سیحون را به یاد آوردیم. من در کتاب مقدس هم نوشتم چون ایران را به یاد آوردیم. سیحون سمبل اورشلیمه. چون سیحون را به یاد آوردیم، بربط‌های خود را بر درخت‌های بید آویختیم. جالبه عزیزان، وقتی اینو می‌بینیم اول نشستیم نیست و بعد گریه کردیم. دشمن اولین کاری که می‌کنه ما رو از ایستادن برای کار خدا، برای بدن خدا بنشونه سر جامون، و بعد کار بعدی که میکنه خیلی دستش باز میشه که قوی ترین اسلحه روحانی ما رو که حمد و پرستش و ستایش خداست از دستای ما بگیره. قوی ترین پرستش تهاجمی که به ضد مشورت های شریرانه شیطانه از دستای ما بگیره. او خوب میدونه، او خیلی خوب میدونه که یک کلیسای سرودخوان، یک کلیسای پرستنده چطور در قلمرو قدرت قرار میگیره، در بودی قرار میگیره که فتح و پیروزی رو تجربه میکنه. او خوب میدونه عزیزان که ستایش و پرستش به خصوص در این زمانهای سخت، در زمانهای بیابان تاریک چطور میتونه ما رو ناامید و مایوس کنه، چطور میتونه اون ردای هارون رو عروس شونه های ما برداره. وقتی ما پرستش و ستایش میکنیم چطور روح شفاعت در ما میریزه نیست؟ نمیدونم، خیلی ها حتما تجربه کردیم. ما وقتی پرستش و ستایش میکنیم یه جوری وارد یک بودی میشیم که ردای هارون بر روی شونه های ما قرار میگیره، ردای دعا، ردای شفاعت، و کافیه اینو از ما بگیره. او خوب میدونه عزیزان. قوم خدا در این زمان در تبعید به سر میبردن، در یک سرزمینی غریب و بیگانه، و تموم نمیشد این غریبگی اونها. ما هم عزیزان در این زمانها با چیزهای خیلی غریبانه‌ای روبرو شدیم نیست؟ الان چند ماه ایران قبلش کرونا و وضعیت بحرانی جهانی چطور ما رو توی یه سرزمین غربت میبره. هر وقت که در زندگی شخصی خودمون، در زندگی قوم خودمون، در زندگی کلیسا خواهران و برادران خودمون چیزهایی به وجود میاد که پیشبینی نشده است، اصلا نمیدونی چرا این اتفاقا میفته و کی تموم میشه، وارد یک سرزمین غریبی میشی، وارد یک غربتی میشی، چون نمیدونی الان باید چی کار کنی. و من فکر میکنم
هیچ نسلی تا به حال مثل نسل ما این چنین وارد سرزمین غربت و غریبانی نشده. و چقدر از این مزمور 137 مستعد ماست نیست که بربطهای خودمون رو و درختهای بید بیاویزیم. درختان بید سمبول ناامیدیه، یأسه. ما رو بنشونه، از اون اصل ما رو دور کنه و شروع کنیم به ناله و گریه کردن. ولی امروز عزیزان ما به عنوان بدن مسیح، کلیسای خداوند، میخوایم اعلام کنیم که سرودهای خود رو در هر وضعیتی، در هر غربتی برای خداوند خواهیم سرایید. ما میخوایم امروز اعلام کنیم با قوت قیام مسیح در هر وضعیتی که هستیم، چه شخصی، شاید کسایی هستن در زندگی شخصیشون، ماهاست در یک بیابان، در یک تاریکی، در یک ناامیدی، در یک سرزمین غریبی که نتونسته حتی به نزدیکترین کسشون بگن، ولی امروز میخوایم اعلام کنیم که ما بربطهای خود رو، سازهای خود رو بر درختان بید، بر ناامیدی و یأس نمی آویزیم. آمین. ما میخوایم اعلام کنیم به عنوان یک کلیسا، میخوایم امسال به خصوص برای خودمون، برای کلیسامون، برای ایرانمون، برای قوممون ایران، با ستایش و پرستش تمام اون برکاتی که خداوند برای ایران زمین میخواد تصاحب کنیم. چون ریشه ایران، تار و پود ایران عزیزان، در عدالت، در نیکویی خداوند، به فیض خدا نهفته شده و ما به عنوان یک کلیسا میتونیم تمام این چیزها رو با امید و شادی و پرستش تصاحب کنیم. داوود میگه معماهای خود رو با بربط بگشایید. و فکر میکنم هیچ کتابی در کتاب مقدس عزیزان، هیچ کتابی، هیچ انجیلی مثل انجیل لوقا ما رو وارد شادی و پرستش نمیکنه. چون که خود لوقا یک پرستنده بود، یک پرستنده خوش. انجیل او رو وقتی میخونی سراسر انجیل سرودخانه، اصلا به عنوان انجیل سرودخانی معروفه. وقتی با لوقا در انجیلش حرکت میکنی انگار یه جوری در هر وضعیتی، در هر خمشدگی، مخصوصا در سرزمین های غربت، یه جوری شادی و وجد و در قلب های ما، در عاطفه ما، در احساس ما وارد میکنه. انجیل لوقا از اون پر از واژه های پرتمطراق پرستشیه، مخصوصا در شرایط سخت، و ما رو ترغیب میکنه که بلند شیم در هر وضعیتی و خدای نجات خودمون رو بپرستیم. برای مثال چند تا مثال میزنم، چون واقعا من از این انجیل خیلی برکت دیدم و میخوام تشویقتون کنم با این مثال ها، مخصوصا در این روزها از انجیل لوقا جدا نشیم. برای مثال در باب 1:30 مریمی رو داره به تصویر میکشه که با شنیدن خبر بشارت تولد عیسی مسیح در یک سرزمین وحشت، در یک سرزمین غریب قرار میگیره. در باب 1:30 میگه فرشته خداوند، من اینطور نگاه میکنم وقتی میخونم، فکر میکنم الان مثلا مریمی که 15-16 سالش بوده، نامزد داشته، الان توی اتاق داره فکر میکنه که ما با هم ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، و چقدر احساسای خوب داشته، چقدر امید و آینده داشته برای ازدواجش. یک دفعه یک فرشته مهیب که اصلا تمام کتاب مقدس رو میخونه، هر کسی فرشته رو دیده به رو افتاده، به حالت مرگ افتاده، یهوی وارد میشه میگه سلام بر تو ای نعمت رسیده، خدا بر تو لطف کرده، تو حامله شده، یه پسری به دنیا میاری. فکر کنیم مریم در اون جو فرهنگی متعصب، به جای اینکه حس کنه الان لطف شامل حالش شده، خبر حامله شدنش مصادف و سنگسار شدنشه، و زیر لب اونجا میگه چطور ممکنه،
اصلا چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ تا حالا هیچ مردی رو لمس نکردم، هیچ مردی منو نشناخته. و در یک لحظه انگار روح خدا کمکش میکنه، در پس پرده اون شرایط، در پس پرده اون بشارت ناهمگون و حادثه آفرین برای یک انسان، خودشو پیدا میکنه، خدا رو میبینه که در پس پرده تمام این وقایعی که او داره تصویر سازی میکنه وحشتناکه، ولی خدا قادره جلالش رو نمایان کنه. برای همین تمام وجود او پر از پرستش میشه. اسم پرستشش تمجید خداوند معروفه، پرستش تمجید خدا. خداوند رو تمجید میگم، جان من خداوند رو تمجید میگه، روح من رهاننده من به وجد میاد. بعد لوقا راجع به زکریا صحبت میکنه عزیزان، اونجا انگار که برق 220 ولتی به زکریا وصل شده. باور کنید یه موقع من اینا رو میخونم و خودم هم و خیلی از شما شاید بیشتر اینو کم و بیش تجربه کردیم، یه موقع میگم ای خود من به یاد بیار که ما انسانیم، به یاد بیار. در اون لحظه که این خبر رو شنیده میشه، زکریا طبق عادت داره میره معبد بخور بسوزونه. یه دفعه کنار مذبح بخور یه فرشته مهیب میبینه. اصلا ما خیلی چیزایی که روتینه خیلی راحتیم، یه دفعه که یه شوک بهمون وارد میشه یه فرشته مهیب میبینه. تو الان یه پسری خدا به تو میده، اسمش یحیی میذاری، یعنی خداوند فیاضه. بیچاره یحیی پانیک میگیره، آخه پسر من پیر، زنم دیرینه سال، آخه مگه ممکنه؟ اصلا انگار واقعا من خودم جای اون میذارم، همینطور میمونه و اصلا باورش نمیشه. حالا مریم زود به خودش میاد، ولی اصلا باورش نمیشه. در اثر این ناباوری، در اثر این ترس، این شوکی که بهش وارد میشه، کلام خدا میگه لال میشه. میتونی تصور کنی؟ ولی وقتی عزیزان روح خدا رو لمس میکنه، وقتی خدا رو پشت صحنه های زندگی خودش میبینه که دائما داره برای جلال خودش و نیکویی او کار میکنه، وجود او پر از پرستش میشه و سرود متبارک رو میخونه. متبارک باد خداوند، متبارک باد خداوند که بر قوم خودش تفقد نمود و ساکنان زمین و افرادی که در سایه موت، نشینندگان در ظلمت ساکن بودند، نور تابید. به وسیله این بشارت و پاهای ساکنان زمین را به راه‌های سلامتی هدایت کرد. آمین. و پرستشش هم اون پیر عزیزان در لوقا باب 2، و میتونم بگم ایه خواستگاه، ایه جایگاه رفیع در مسیحیت برخورداره. شمعون پیر چقدر زیباست. الان که تو این عصر ما پیر شدن یه نوع حرمت نیست، ولی اون موقع خیلی حرمت بود. شمعون پیر از او سخن میگه، به جای اینکه به خاطر کهولت سنش ضعیف یه جایی بشینه به فکر مرگ باشه، کنار نهرهای آب بشینه، وقتی که عیسی مسیح رو ملاقات میکنه، کلام خدا میگه بر پاهای ضعیف و تکیده خودش میسته و سرود معروف اکنون ای خداوند رخصت بده، اجازه بده که دیگه رحلت کنم، چون جان من، چشمای من نجات دهنده رو دید. چه سرود زیبایی. میخوام تشویقتون کنم عزیزان که انجیل لوقا رو بخونین. لوقا فقط یک پرستنده نبود، بلکه یک محقق بود، یک گزارشگر بود. انگار که میره دونه دونه در اون مکالماتی که مطرح میکنه در این انجیلش با اون ادبیات شیوای خودش، انگار دونه دونه میره با افراد مصاحبه میکنه، گزارش تهیه میکنه. اینقدر زنده است،
اون نه فقط یک گزارشگر بود، یک پرستنده بود، بلکه یک طبیب ماهر بود. عیسی مسیح خداوند رو چطور با نمایش قدرتمند به تصویر میکشه که برای بیماران، ضعیفان با شفقت، با دلسوزی نگاه میکنه و چطور این خم شدگان رو بلند میکنه. برای همین وقتی اینا رو میخونی جان در تو پر از وجد میشه به خاطر عیسی مسیح، این طبیب دلسوز ما در مکان پرستش و ستایش قرار میگیری. آمین. از آرزوی من برای خودم و برای تمام خادمین کلام اینه که مسیح عیسی رو در تمامی جلالش، در تمامی یگانگیش، در تمامی اون شکوهش، در تمامی اون عظمتش بتونیم قدرت داشته باشیم. روح القدس قوت بده تا بتونیم برای مخاطبین شنوندگان به تصویر بکشیم، تا عزیزانی که میشنون عزیزان عاشقانه تر رو خدمت کنن، عمیق‌تر و خالصانه تر او رو پیروی کنن، تا غیورانه تر، شجاعانه تر بتونن او رو اعلام کنن، تا بیشتر از همه چیز با شور و شعف بیشتری بتونن او رو پرستش کنن. آمین. در انجیل لوقا تمام واژه های شادی، پرستش همتون موج میزنه، به خصوص عزیزان وقتی انسان ها در سرزمین های غربت گیر میکنن. این شگفتیش در اینه، زیباییش در اینه. وقتی مثل های پسر گم شده، گوسفند گم شده، سکه گم شده رو میشنویم در باب 15 نیست، چطور همه در یک لحظات سردرگم، در یک لحظات دردآوری قرار میگیرن، ولی در پایان وفور شادی و پایکوبی در تمامی این مثل‌ها موج میزنه. حتی آخرین کلمات لوقا در باب 24 آیه 25 بعد از واقعه دردآور و سهمگین صلیب، عیسی مسیح صعود میکنه و اونجا نوشته شاگردان با خوشی عظیم، با پرستش، با شادی به اورشلیم برمیگردن. باشه که انجیل لوقا رو دوست داشته باشیم، مخصوصا در این زمانها. آمین. و بعد یه قسمت دیگه است که اصلا با زمان تاریخی امروز ما چقدر پاسه که تو انجیل لوقا میتونیم اینو بخونیم، میتونیم باش تماس برقرار کنیم، میتونیم حسش کنیم. امروز به خصوص زمانی که عیسی نوزاد رو به معبد میبرن که تقدیم خداوند کنن، درست همین روزا بوده از نظر تاریخی. مریم و یوسف نوشته بعد از تطهیر مریم، تطهیر زایمانش، طبق شریعت موسی به خانه خدا میان تا تقدیم عیسی کوچک رو به خداوند انجام بدن، عیسی رو وقف خداوند بکنن. وقتی مریم و یوسف معبد میان، پیرمردی رو ملاقات میکنن به نام شمعون. اسم شمعون یعنی شنونده. شمعون کسی که خیلی خوب میشنید، با اینکه پیر بود عزیزا، همطور که گفتم منتظر مرگ نبود، بلکه پر از امید بود، پر از انتظار خوشبینانه بود، چون صدای گوشای او صدای خدا رو شنیده بود. خداوند وعده داده بود که تا عیسی نجات دهنده رو نبینی تو ذائقه موت رو نخواهی چشید. وقتی با هدایت روح در اون روز خاص که مثل این روزها بود به معبد خداوند میاد، میبینه عیسی در آغوش مریمه، عیسی رو از دستان مریم میگیره و مریم این نور عالم رو در دستان شمعون پیر میذاره و شمعون در اون لحظه که عیسی رو در آغوش میگیره در باب 2 آیه 29 میگه پر از ستایش خداوند میشه. ستایش کنان میگه ای خداوند، حال بنا به وعده خود خادمت رو به سلامت مرخص بفرما، میفرمایی
زیرا که چشمان من نجات تو رو دیده است. در ترجمه دیگه که خیلی معروفه، قدمت داره، میگه اکنون خداوند، ای خداوند، مرا رخصت ده، اجازه بده، دیگه هیچی نمیخوام، دیگه تموم شد، تو تفقد کردی، تو به کمال در من عمل کردی و منو برکت دادی، پس اجازه بده رحلت نمایم. عزیزان، این واژه رحلت خیلی عظمت داره، خیلی قدرتمنده. این همون واژه‌ایه که پولس در باب 1:23 میگه. میگه خواهش دارم که رحلت کنم با مسیح باشم. آمین. در آن زمان، در اون فرهنگ، معمولاً این واژه رو نه فقط برای رحلت، بلکه برای خیلی موردها استفاده میکردن. معمولاً وقتی دریا نوردان میخواستن بادبانهاشون رو بکشن و از سوی ساحل به سوی مقصدی در افق حرکت کنن، میگفتن بیایم با هم رحلت کنیم. بیایم با هم حرکت کنیم، رحلت کنیم. به سوی اون مقصدی بریم که باید بریم در افقه. و همینطور سربازان وقتی پیروزی عظیمی در جنگ به دست می آوردن، پیروز می شدن، گفتن بیایم با هم رحلت کنیم و شروع می کردن چوبهای چادرهای خود رو کشیدن. بیایم با هم رحلت کنیم و به سوی خانه های خود بشتابیم. از خیلی زیباست. و همینطور وقتی فلاسفه با مشکلی برمی خوردن و در ذهنشون سوالای بی جواب بود، الان چرا این حل نمیشه؟ چرا هر کاری میکنیم با مشکل بر میخوره؟ چرا نمیتونم حلش کنم؟ وقتی محققین فلاسفه با مشکلی بر میخوردن، هی تو ذهنشون روزها توی اتاق میشستن، میخواستن اینو حلش کنم، نمیتونم، ای خدا من چی کار کنم؟ یه دفعه در یک لحظه، یک جرقه، یک تلنگر منور میکرد اونا رو، اون گرهه باز میشد، میگفتن آها، حل شد، فهمیدم، شناختم، الان شناختم که مسئله چیه، دستیابی پیدا کردم، چون فهمیدم مشکل من چیه، شناختم. و اول قرنتیان باب 13:12 از همین جمله عزیزان استفاده میکنه، زیرا که الحال در آینه به طور معما میبینم، لیکن آن وقت رو به رو، الان جزئی معرفت دارم، لیکن آن وقت خواهم شناخت، یک روز خواهم شناخت، یک روز درک خواهم کرد. الان کودکم، الان محو میبینم، در آینه میبینم، اصلا نمیتونم بفهمم، توضیحی ندارم برای این مسائلی که داره پیش میاد، من هیچ توضیحی براش ندارم. من هرچی دعا میکنم با درهای بسته روبرو میشم و انگار وضعیت بدتر میشه. ولی وقتی رحلت کنم خواهم فهمید. وقتی مثل شمعون پیر او رو در آغوش بگیرم، او رو روبرو ببینم، اون نجات در من به کمال برسه. وقتی جان من رهایی رو به طور کامل تجربه کنه، وقتی او را روبرو ببینم، تمام سوال‌های بی جوابم حل خواهد شد. یک روز عزیزان به کمال خواهم شناخت. ما الان در سرزمین تبعیدیم، هنوز به وطن نرسیدیم، ولی یک روز مثل شمعون پیر وقتی نور رستگاری در کمال در ذهن و روح و روان ما به عمل بیاد، نجات ما کامل خواهد شد و آنگاه خواهیم شناخت. و تا آن زمان کلام خدا ما رو تشویق میکنه عزیزان، در تمامی برهوت‌های زندگی خودمون به او توکل کنیم، به او اعتماد کنیم. خدا از ما میخواد که با قوت قیامش، ما نمیتونیم، با پرستش و ستایش
از این سرزمین های غربت عبور کنیم. وقتی که بیستیم به جای نشستن، وقتی که به کلام خدا، به اقتدار کلام خدا و به روح القدس اعتماد کنیم عزیزان و بصرهای پرستش و ستایش رو در سرزمین‌های ناملایمات زندگیمون بکاریم، بپاشیم، در سرزمین‌های خشک غربتمون بپاشیم. ایمان دارم، بارها تجربه کردم، در حالی که زیر زمین بودم هیچی از من باقی نمونده و یک آن در یک لحظه پنجره‌ای توی چشمای من باز شده، نوری تابیده و در اون لحظه متوجه شدم، در اون لحظه فهمیدم که هیچ نوت ناهمگونی بدون دلیل در زندگی من نواخته نمیشه، چون نینواز حقیقی در زندگی ما خداونده عزیزان، حاکم اصلی خداونده، خداست که برای ایران و ایرانی و زندگی ما در اتاق کنترله، خدا در اتاق کنترله و فرمان دست اوست عزیزان، چون نینواز اصلی خداونده و خداست که پشت صحنه‌های زندگی ایران داره کار میکنه، در حال کار کردنه. برای چی؟ عزیزان برای چی؟ برای جلال خودش در نهایت و نیکوی تک تک ما. امروز چیزی رو به یادم اومد. از موقعی که بچه بودم عاشق کتاب خونی بودم و بیشتر کتابای رمان رو دوست داشتم، کتابایی که توش پر از هیجانات باشه، بالا بره پایین بیاد. ولی از اونجایی که زیاد طاقت این شنیدن و خوندن اون وقایای عشقی و احساسی که ما رو میبره زیر زمین و فراز و نشیب داره نداشتم، همیشه عادت داشتم آخر کتابو بخونم. وقتی آخر کتابو میخوندم، وقتی متوجه میشدم آخرش همه چی خوب میشه، تمام اون اتفاقایی که در طول کتاب آخرش نوشته همه چی خوب میشه. این موقع با آلبرت هم فیلم نگاه میکنیم، با آلبرت میگم اول بذار آخرش رو ببینم خیالم راحت شه، چون نمیتونم این چیزایی که این صحنه ها رو ببینم. عزیزا خیلی این کار میبره، کاربرد داره در زندگی روحانی ما. وقتی هم ایمان رو بردم فهمیدم کتاب ایوب چه کتابیه وحشتناک، و شروع کردم آخرش رو خوندم، باب 42، چطور یعقوب میگه از این جهت تا الان شنیده بودم ولی الان تو رو دیدم، الان فهمیدم برای چی تو این تاریکی اون مصائب میرم، برای همین به رو افتاد. وقتی اینو میخونی میتونی باب 3 رو بخونی، اگه نخونی باب 3 پایینت میکشه. به نظر من ایوب، کتاب ایوب شگفت انگیزترین کتابه عزیزان. نمیدونم چقدر باور دارین که آخرش همه چیز خوب میشه، نمیدونم چقدر باور دارین، چقدر به این خدای معجزات ایمان دارین. ما به عنوان یک قوم، به عنوان یک خانواده، به عنوان یک ملت عزیزان، از تمامی شرایط سخت عبور کردیم و خواهیم کرد، ولی یک روز آخرش همه چیز خوب میشه، یک روز همه چیز آخرش خوب میشه. بارها گفتم اگه خوب نشده به خاطر اینکه هنوز به آخرش نرسیده. آمین. و تا این زمانها خداوند میخواد بیستیم، همین الان بیستیم، میخوام عینی به طور عینی عملی خودتون امروز تجربه کنید، با دستایی که افتاده نیست عزیزان، اون سازهای ما دستای ماست، دستای بیقیز ماست نزد خداوند، با اون دستایی که افتاده نیست، با دستایی که بلند شده است نزد خداوند، با دهانی که نام خداوند که ثمره لب‌هایی که ایمان داره برای ستایش و پرستش بلند میشه نزد خداوند میستیم عزیزان. در این شب‌های تاریک جانمون،
در این شب‌های غربت ایرانمون می‌خوایم خداوند رو ستایش کنیم. آمین. چون می‌دونیم ایمان داریم. در زندگی خودمون اگه شرایطی هست، اگه کلیسامون در ایرانمون فقط و فقط عزیزان این قربت ها، این شب های تاریک جان فقط یک فصله، فقط دو فصله از تمامی اون کل کتاب، فقط یه تیکه از یک فیلمه، یک تیکه از تئاتر، کل تئاتر، کل فیلمنامه. میخوام خداوند رو بپرستیم چون آخرش همه چیز خوب میشه. آمین. خداوند رو شکرت میکنم. میخوام همه ما خداوند ایمانمون رو اعلام کنیم با ایستادن، با لبهایی که مثل سازهای خوشنواد خدای خود رو پرستش میکنه، ستایش میکنه. میخوام خداوند در هر وضعیتی هستیم، در هر سرزمینی که هستیم، خداوند خدای نجات خودمونو، خدای وفادار خودمونو، خدای امین خودمونو که بارها و بارها تجربه کردیم که شاید دیگه چیزی اما نمونه، ولی چطور قوت قیام خدا ما رو بلند کرده، چطور زندگی ما گاهن ایستادن ما در اینجا مثل یه معجزه میمونه. این خدای وفادار، این خدای عظیم چطور با ما از سرزمین‌های غریبانه، از شب‌های تاریک جان عبور کرده و پیروزی و شادی رو به ما مثل یک، میتونم بگم مثل یک پاداش. عزیزان پاداش در کتاب مقدس خیلی درسته ها. یه موقع نگیم ما دنبال پاداش نیستیم. خدای ما خدای پاداش دهنده است. از اول کتاب مقدس تا آخر کتاب مقدس پاداش میده به محبان خودش، به خدا ترسان خودش، به اونایی که با اعتماد در اون میستن. پولس در دیدگاه، در اون باستاب، اون پاداش، اون ثمراتی که در حضور خدا دریافت میکرد، خدمت میکرد، زندگی میکرد و خدا با ما عبور میکنه و اون پاداش رو دو دستی به ما میده. ایمان دارم نه فقط در اون زمانی که او رو خواهیم دید نجات ما به کمال میرسه، بلکه روی همین زمین تجربه خواهیم کرد تک تک ما. آمین. پس چقدر شایسته و به جاست که این خداوند رو بپرستیم. آمین. خودش همه چی رو کنترل میکنه و یک روز این جلال رو، این شکوه رو خواهیم دید در زندگیتون، همینطور در کلیسا هم همینطور، در این دنیا، در کشورمون هم همینطور. کیست مانند او در این جهان؟ کیست مانند او؟ اوست خدای قادر. کیست مانند او؟ شاه جلال. میتونی با هم الان بگیم کیست مانند او در این جهان؟ کیست مانند او؟ اوست خدای قادر. کیست مانند او؟ شاه جلال. پس برخیز، نامش را برافراز. کیست مانند او در این جهان؟ کیست مانند او؟ اوست خدای قادر. نامش را برافراز. کیست ماننده؟ کیست ماننده او در این جهان؟ کیست ماننده او؟ اوست خدای قادر. کیست ماننده او؟ شاه جلال. برخیز نامش را برافراز. ستاییم خدا را، نامش سزاوار حمد است. از طلوع به غروب آن.
بزنیم و اعلام کنیم در این جهان کیست مانند او؟ اون خدای قادر. کیست مانند او؟ شاه جلال. برخیز نامش را بر افرا ستاییم ستاییم خدا و نامش سزاوار همدرد از طلوع آفتاب تا به غروب آن و نام خدا من جلال و برخیز به سرا و نامش بر افراز 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 چون خود سر شاه ما خدای قادر کیست مانند او شاه جلال, جلال برخیز نامش را بر افراز ستاییم خداوند را نامش سزاوار همدرد از طلوع آفتاب تا به غروب آن بر نام خدا و جلال با مانند او ده جلال کیست مانند تو تو خدای قادر کیست مانند تو شاه جلال برخیز نامش را بر افراز هللویا نامش را بر افراز بلند کن نام او را اون پادشاه پادشاه رب الارباب را هللویا خداوند شکرت میکنیم خداوند افتخار میکنیم خداوند خداوند هر چقدر خداوند در یک دنیای هستی پر از ظلمت ناعدالتی خداوند میدونیم خداوند تو این اسلحه رو در دستای ما دادی خداوند اسلحه پرستش خداوند هللویا به این خاطر خداوند میدونیم خداوند میدونیم در دست راست پدر نشستی همه چی رو کنترل میکنی خداوند امضا ما این حمد و پرستش آمدیم خدای وفادار و امین هللویا خداوند و میخوایم اینا اعلام کنیم نه به مشکلات نگاه کنیم خداوند بلکه به تو نگاه کنیم خداوند که تو مشکلات رو حل میکنی هاللویا و کشور ما کشورهای ما رو میبینی خداوند و همه چی در دستای توست خداوند شکرت میکنیم صداتو بلند کنیم الان تشکر کن برای کارهایی که خداوند در زندگی تو کرده در هر موقعیتی که الان هستی الان ما گفتیم برخیز و به سرا و نامش رو جلال بده الان الان تو نوبت توست که صدایتو رو بلند کنی برای او هللویا صدایتو بلند کن دست خدا رو در زندگی تو تکون بده به مشکلات نگاه نکن به غم نگاه نکن برخیز بده برخیز هللویا خداوند هللویا فیض تو خداوند هللویا خداوند مرسی مرسی خداوند باور میکنیم خداوند فکرهای تو عالی تر از خداوند نقشه های تو عالی تر از خود از که ما فکر میکنیم خداوند مرسی خداوند مرسی برای این کارهای عظیمی که در زندگی ما کردی میکنی خداوند مرسی برای این بیداری که میبخشی خداوند هللویا خداوند مرسی که امسال سال پیروزی و پیروزی تو رو خواهیم دید خداوند در زندگی ما در این کلیسا رو خداوند شکرت میکنم خداوند که قلبا رو تو بیدار میکنی خداوند تو قلبا رو تو زنده میکنی خداوند و معجزه های تو رو خداوند انجام خواهی داد باور میکنیم خداوند سر معجزه هاست خداوند که جلال تو رو دید خواهیم دید خداوند مرسی خداوند مرسی برای کارهای عظیمی خداوند هللویا خداوند مهربانی تو زیبای تو رو نشون خواهی داد این صورت زیبای تو رو خداوند قدوسیت تو خداوند شکرت میکنیم خداوند هللویا خداوند مرسی خداوند با امید نگاه میکنیم به آینده ما خداوند به آینده کلیسا به آینده کشور ما خداوند هللویا خیلی قادر متعال برخیز خداوند
هاللویا خداوند. مهربانی خداوند همیشه پایدار است، رحمت او بی پایان، هرگز محو نخواهد شد. مهربانی خداوند همیشه پایدار است، رحمت او بی پایان است، هرگز محو نخواهد شد. نه خداوند، آنها هر صبح تازه هستند. اعلام کنین حقیقت رو. هر بارش زیرا وفاداری او عظیم است، زیرا وفاداری او عظیم است. فیض عظیم عیسی هر روز فراوان است، رفعت او امانت او عجیب و بی‌زوال است. آنها هر صبح تازه هستند در حال بارش زیرا مهربانی خداوند همیشه پایدار است، رحمت او بی پایان است، هرگز محو نخواهد شد. آنها هر صبح تازه هستند، هر روز میخوام همه ما صدامون بلند کنیم برای آینده خودت. خب از خدا من تشکر کن برای کشورمون ایران.